بله بله دنیا داره شما رو میبینه. خب روش من خیلی عالیه، مرا نزد نمیخواد نصیحت کنه. سلام علیکم، دنیا مرا میبینه، روش من اشکالی نداره برادر. سلام، شما یک روز بیار یک مرجع تقلید را اینجا بشن که چهار تا جاهل بهش زنگ بزنن ببینیم چقدر حوصله داره. یک مرجع تقلید را بیار که اینجا جواب بده. خب بیار من ببینم. اصلا اجازه نمیده شما با مرجع تقلید حرف بزنی. سلام علیکم، بفرما. خدا خیرتون بده، بفرمایید. سلام خوبه؟ بفرما. آیا علایه دارید من این مطلبی که شما الان گفتیم که گفتن نباید اون در با مات بوس کرد در حرم و ترازر معصومه؟ خب بله. برای من پرسیدم میگن که به خاطر مسائل بهداشتیه، برای اینکه ویروس و بیماری هایی نگیره. چون بنده زری چطور؟ زری حضرت هم از این باید نبوسیم؟ زریه حضرت معصومه، زریه امام رضا علیه السلام هم که شاید اونجا هم ویروس باشه دیگر. اگر حرم ائمه علیه السلام نجس آدم مریض میکنه، خب اون زری که بیشتره. نه نه خدا نکنه، استغفر الله. خب نه، در با زری چه فرق داره؟ در با زری چه فرق داره؟ ما که سابق این چنین شیعیان عقیدهشان این بود که خاک در ائمه علیه السلام شفا میده، این مراجع فعلی میگه که در ائمه علیه السلام آدم مریض میکنه. کدام مرجع اینو قدیم که علم پزشکی پیشرفت نکرده بود؟ خب اون زری را چی میگن؟ اون زری هم آدم مریض میکنه، زری امام حسین علیه السلام. بله خب بله شو. این حرفای را که شنیدی از نواسب شنیدی، این حرفای را که شنیدی از دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام شنیدی، ملاعین که اینجا ویروس میگیره. پدر اون کسا لعنت که این حرف را بزنه ویروس میگیره، خاک جهنم بر سر او. بله، درب ائمه علیهم الصلاه و السلام شفا میده، درب و دیوارشان شفا میده، گرد حرم شفا میده، خاک پای زوار شفا میده. بله، اگر قرار باشه آدم مثلا جای را لمس میکنه و اونجا میکروبی میشه، خب زریح امام حسین علیه السلام از این بعد به همین بهانه میبندن دیگر. این یک حرفی است برای عوام فریبی. خدا لعنتتان کنه جماعت دجالیه که این چینی عوام فریبی میکنی. خاک بر سر جماعت دجالیه.